سلام سلام امروز یه تولد داریم واقعا تولد داریم تو پیش روه تو با کارون کارون پیش کارونه سلام سلام چطوری؟ مرسی شما چطوری؟ کارونه چه خبر زنده باشید؟ سلام تو دلمون برات. خواهش تو باز شده. سرخاب سفیداب زدی رنگ رو شده چه خبر سلامتی تو این دسته بالاتر یا پایینتر مال تو قدش کیه چرا مال من این رفته اینقدر بالا تا تا پایین نرفته اون از زیر what are you talking لا لا تو کوتاه‌تر از منه بله کوتاه‌تر رو ولی میگه این ببین کجاست <clears throat> چه خبر فرزاد تو چطوری؟ چرا صدا مجیری شد؟ بلوخ من من دارم شد, شد. <applause> یکی کامنت گذاشته بود که این پری اپیزودا خود اپیزود خودش اندازه اپیزود داره میشه کم کم <تصفيق> <تصفيق> من راضی هم خدا که خوش میزدی و دیگه اینو به ما ببینید آره این او برا بچه هم که میان یوتیوب به ما ببینید اینم به ما ببینید اینو به ما ببینید اینو به ما ببخشید حالا اجازه بدید که اینو داشته باشید اینو به ما ببینید نمیتونه ببینه مثلا اینو به ما چیزی که هست اینه که حالا من راضی هم خدا از اتفاقی که داره تو خودکست میفته من از سبک اپیزود ها راضی هم یه رپرزنتیشن خیلی خوبی از خودکسته ما... میگه ما من من, که من, من اپیزود هایی که خیلی بدم میاد من اپیزود بدم هستیم گفتم چرا؟ ببین فکر نمی کنم تو کل ایران که زیباش خوش اندازه ما دیست کرده باشه خدایی نداریم تو دهنی که یعنی به خودمون میزنیم ما, مزنی آره, مزنی آره ما اول... هر موقع خواستیم کسی دیست کنیم اول خودمون رو دیست کردیم یه بار حالا شاید این درست هم نباشه با خودمون باید مهربان باشه ولی خودمون نظرم این این روش رو خود کس میخواد ادامه بده میخواستی یه زی بگی یه خانومی بودن و آها نه جالب. تو جالبات میخوای بگی ما باشی تا خانومو معرفی کنم <تصفح> فراد تو که چی تو از هفته چی نگفتی <تصفح> من چیکاره کردی من دیروز رفتم سلمونی تبریک میگم با وعد باش فراد آره بعد این همونجوری ب... داشتم صحبت می‌کردیم و اینا بحث یه فروشگاهی شد توی ونکوور گفتم آره اتفاقا مثلا من یکی از دوستام اونجا کار می‌کنه گفت میشه یه سوال ازش بپرسی گفتم که آره چی فروشگاه میتونه بگی مدلش چیه مثلا ال آره هاتسن بی آها گفتش که آره میتونی بپرسی که اونجا هانتده یا نه مثلا روح و اینا داره اینو گفت من در جا خندیدم اون اون لوکیشن توی دانتانش آره. خیلی قدیمی و اینا من اینجا هانتد یعنی چی <applause> مسخره نکنم بعد گفتش که آره تجربه داشتی بعد یادم افتاد او من قبلا با این یه دیالوگ داشتم قبل انتخابات آمریکا بود خب من مثلا پیش فرض گذاشته بودم که خب این مثلا به بایدن مثلا طرف طرفدار بایدن باید باشه من همونجا اصلا بدون که بدونم این چی کار است و اینا شروع کردم مثلا ترامپ رو دیس کردن اینا گفتم خب شما چی گفت نه به نظر من ترامپ هیچکی به اندازه این حرفاشو عملی نکرده بود بعد که اینو گفت من خندیده بودم یاد اون قضیه افتادم گفتم اوه یه پکیجه یعنی مثلا تو به کانکت شد آره تو مثلا از اینا کانکت می‌شدی نه نه خیلی حالا که روحه اومد یه یه چیز هست برای ریت مای پانچ دیدی اون تو اینستاگرام آره چیزه آره بعد من زود زده بودم زیر خنده این بیچاره اعتقاد داشت گفتم نه تو چی گفت آره من مثلا چند سال پیش خواب بودم ساعت سه صبح یهو مثلا تلویزیونو زب با صدای آخر یعنی با آخرین لول صدا شروع کردن به مثلا پخش کردن و اینا گفتم خیلی پس ترس گفت آره خیلی نگرم باورداش دفع... که روح مثلا اومده دفعه دیگه نرو روشن, و... و... روشن کرده و چی رو روشن کرده مال فانکشن تو بگو دیگه چی روشن کرده <تصفح> <تصفح> بگو بله بله خب. ما دوباره یعنی جواب ما دوباره جواب چه جوریه که موقعی که ما حرف میزنیم موقع ما رو دیس میکنی دنبال جوابی الان من دنبال جوابم چی روشن کرده کی روشن دیگه تو نرم افزاره جلیچ 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 بعد یادم افتاد که آره اینجوری آدم چشم بسته نباید یه حد بزنه زیر خنده سر این مسائل آره خدا کلی اینا خنده داره یه طرف خیلی باور داشت که اونجا هانتده نه بس به آرشگرت نباید بخندی اینو در بیاد که واقعا هانتده حالا ببین یه آرش مثلا اون تلویزیونی که افتاد آقا کار اروا نبود به والا که آقا اروا بود هنوزم دارن اون تلویزیون حتی اجنه اروا هم نه ای بابا مثلا کی کفته را رامی میداد تو خونه تو واقعا جنه دیگه واقعا واقعا خونه جدید کفتر نمیادن از اون بالا کفتن نه خوشبختانه تا حالا نایمده شو خونه این که از سه بیاد این کفتری بیاد گم میشه خوشبختانه تا حالا نایمده خدا رو شک <applause> 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 uh, من یه توضیح بدم ما زاویه دوربین رو عوض کردیم گفتیم که این هم یه امتحان بکنیم ببینیم که اگه که سه تا توی تصویر باشیم و حالا تا چهار تا <applause> چهار توم. من خودم حساب نکردم آره, آره. دارم هم <applause> من خودم که نیستم یه دونه چپم از با دو تا آخه می چرا <applause> واقعا چه بگم من اون چیزا رو دیدم منو من ندیدید مانیتور رو میبینم من... تویی که نیستی آره تام تو نیستی دوالا اون تو سه تا نه نه این سکشن میکروفون اومده جلوی یه گرفته بابا بز حرف دارم میزنم اکسنشن میکروفون اومده جلوی مانیتور رو گرفته چی میگی ولی خواستم اینه که حالا دوربین همون تداش باشه خیلی راحت تره برای ایدیت کردن این شده که آقا دیروز من یه کار دیگه هم خدا بیام رفته مساج تو اوج کرونا مساج هم سالونی رفته هم مساج خیلی دیروز خودم ایمان داشت قبلی میگفتش که وقت وقت بذار دیروز من روز کارون بود پمپر کرده یعنی تو روز یعنی تو چهارشنبه یعنی تو چهار رفتی کارون جونیور بابا که چون سه شنبه تو دو این اپیزود اومده سه اومده, اومده خب <تصفح> بعد رفتم چرا چیز کرد اون اولش گفتش که من قدیم همشه پیش یکی دیگه میرفتم اون الان نبودش و رفتم و اینا گفتش که اگه مثلا هر جایی دیدی فشار زیاد و اینا داری ازت میشه به من بگوین گفتمش بعد این شروع کرد نحیف بودن نه شروع کرد بعد داشت فشار گفت فشار چطوره گفت خوبه گفت خوب ایوانی گفت تو بشه اوکی شما ادام بعد دیگه کلش رو به آرنج بود من ولی نمیشد خیلی وزنش کم بود و ظریف اصلا جواب میبرم تو دفتر نبرده بودی با خودت ایده بابا ما اونجا قدیم یعنی وقتی که باز شد میرفتی می ماسک رو میتونستی در بیاری وقتی به دمرو خوابیدی این سری با باید ماسک بذاری بعد آقا من اصلا سینوس ها متورسن. نفس من در نمیومد ماسک هم بود یه چیز عجیبی آره. ایرانی ها از اول میدونستن که بعد رو پشت یکی را بری با آره. بیچاره با اون وزنه تحبا. که آره, آره ماسک نذاری دیگه همینطور خوابیدی این فشار میاره های نفس همین تو میزنه بیرون تازه که باز شده بود وقتی میرفتی میتونستی باز وقتی پایینی برمیگشتی باید میذاشتی یا بعد کم که خوابید مثل گوشت خورمونی کارونو رو تخیار رو این رو اونور ولی جواب نبود خوب شد یاد انداختی با هم ماساج آره برو تو حیف بیمت بمونه یه چیزی از شو نداشت استفاده کنه چون به هر حال نمیدونی که پس بعدا میان میگن یه کارتون نداری تو آه. میمونی و یه عالم بیمه ای که استفاده استفاده نشد. نشد. درسته. درسته. واقعا نمیدونی تا آخر اون ماهی که شغلتون تمام شد ولی دارید یعنی اگه دهم ماه از شغل هم اخراج بشید هم کویت بکنید تا آخر اون ماه دارید کارون اصولا 28 همه کاراش خدای نکنه البته نمیدونم یه مدت دی نگیری دیگه اینا رو رد کنید اینا اول اپیزود همه کارات یه مدت روز 28 تا آره راست بابا بیچاره خوب یادش بود باری باری پس تو رفتی ماساژ و یه سالونیا من واقعا میترسم برم موام کوتاه کنم چون تمام کسایی که میرفتن پیششون دارن کرونا میگیرن نه چرا میرفتم دیگه گرفتن همه خب بری جایی که کرونا نمیگیرن چش نه میدونی فعلا یکم فهمیدم آره من سلمونی که میرم هر موقع میرم خودمم یعنی یه جوری که جان میکنه که یه نفر خونه, خونه میزنی. خودش نه بیا بیا تو هم خودت بزنی ما که خونه میزنی خودت اکسپریمنتی بزن بیا دوره همین موها چون موها لخزی سخته با, با کار هر کسی نیست خود میزنی دیگه خب بعد خراب شد دیگه من یکی دو بار زدم بعد شد نه آره خب اون تا بلند شد تا بیا درست شه افتضاح کار من دور رو میزدم آره. دور که راحته آره. تو اونجوری نیست نه کار هرکس که نیست ولی من احتمالا دیگه نزنم تا تولدم خب نزدیک یه جوری گفتم نه, نه نه میخوام چیز کنم آخه شاین نجفی بود برنام تا برنامه برنام برنام دارم, دارم برنام. ندا مثلا نمیخواست ریشو موهاش بزنه من نمیزنم تا هفته بعد که باز شه مغازه نه آخه هر کدومشون که میرفتم دونه دونه دارن کرونا میگیرن و واقعا میترسم برم خب بیا اینجایی که من میرم شانس منه دیگه میام و یارو تو هم دیگه رونا چه دردی او گرفت چون محسوس میخوای نه من من ببینیم خواب نیما خواب میخواد مادر بزرگ من همیشه میگه که دوست دارم برم یه جا دو سه نفر با بزنن بزنم. <تصفيق> <تصفيق> آره میگن اینا این دقیقا همونه دوست دارم برم یه جوی دو سه نفر بیان با چوب ها محکم بزنن تمام این دردار رو ریپلیس بکنن جاهاش عوض چیه احساس بکنن یه جای... سری ویدیو بود میمد از این مربیای مارشال آرت سو ایران بردش رزمی ها یارو میرفت رو پای دانش آموزه بای میسان با دم پای میزد تو کمرش معلم های این ورزش رزمی تو ایران واقعا بعضیشون دارن عجیب کار میکنن ببین ویدیو میومد مثلا مرد بود شاگردش خانم بود ببین دختره رو بلند میکرد با تمام قدرت میکوبیدش زمین مثلا میگفت نه اینجا رو چمره دورش نمیشه دختره آه یادم آه دیدم اون و جرئت نداره چیزی بگه که تو پارک بولم دوباره دختره رو فرت اینه گوشت قرمونی از این ور زمین از این از اون میزای بعضی هاش اصلا چک میزنن بعضی از... اصلا خیلی بعضیشون اون چیز دیگه ای تو میتونه باشه بریم سر اپیزودمون دکمه ما میزنیم ممنونم ازت سلام اینجا خودکسته یه پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم یکی از میزبان های این برنامه در کنار من کارون جریان داره سلام فرهاد و فرزادم با ما سلام چیه ASMR میگن؟ چون ها براتون بگی که امروز دوباره برگشتیم با یه اپیزود جدید دیگه اپیزود 275 ماست ممنونم که با ما هستید خیلی خوش اومدید و اینکه شما رو دعوت میکنم به شنیدن یه اپیزود خودکسه دیگه کارون جام <laughs> <مضوع> خیلی دوست داشتم همیشه <صحیح> صدام اینطوری بود یعنی اون بعضی صداش رو عوض آهنگ میدن صداش رو عوض پاییز نیست <تصح> خیلی ولی دوست دارم که مثلا صدام ببین اون مدتی که قلیون زیاد میکشیدیم واقعا صدای من احساس میکنم پخته شد یعنی من دونم... اگه یه دو تا مواد دیگه مصرف بکنم احساس میکنم دیگه خصو شکی با طور میتونم صحبت همه اینه که میگه یه دونه میم توی چیز بود ردیت بود عکس شش تا بازیگر و اینا رو انداخته بود میگفت اینا صداشون یه جوریه که انگار حرف میزنن تو رو بغل میکنن که من هیچ کدومش یادم نیست جز یکیش که خانم شهراغ داشته بود آه. توی اون میمه اومده بود آن شهرا توی زیاد بغل نشدم با صدا, خانم. چه صدا مورگن, فریمن مورگن, فریمن مورگن, مورگن فریمن مورگن فریمن, فریمن صد, در صد در. آره یه چند تا دیگه هم یکیش هم شهره داشت ولی واقعا دوست دارم که یه سری مواد مصرف کنم که صدام همیشه اینطوری باشه در طول روز که صحبت میکنم صدا می زنگی داشته مواد باشه. مصرف همون یه سر مغزی هم که صدا رو با مغز آیا. یه سر یه... یه, طرف ما قرار بود که هم دیگه رو تو این اپیزود مسخره نکنیم یه سری قرار شد که فرهنگ سازی بکنیم از خودمون شروع بکنیم که هم دیگه مسخره نکنیم یه سری شنیدم صدا یه سری شبیه مکس تو پادکست طرف صداشو عوض میکنه کل پادکست رو با یه لحن و صدای دیگه میره من زیاد تراست نمی کنم این افراد چه چیزای دیگه ای میتونه عوض کنه وقتی صداشو میتونه خیلی ممکنه که عجیب چرا این الان نمیدونم چرا افتاده این مزخرف ولی اه... چه خبر فرض تو دم خوب همه خب بگم با... دیگه خب چهار, با... با... بار اتفاق میفته ولی خب این چار کسی که بنده رو خدایی اه. که الان نشسته داری میشه بار دوم برای شما مهم نیست ما چه خبر چرا؟ مهم بر... باشه یوتیوبش دیدن من میتونم ازتون خواهش کنم اگر بگید. کسایی که فقط میشنوید اگر براتون مهمه که چه خبر و دوست دارید که بشنوید و براتون جذابه لطفا توی اینستاگرام برای ما کامنت بذارید و به ما بگید که من به این ملعون بفهمم اونایی که اسم کارونم دو... نهرید اسم ما رو نمیخوان لایک کنن نه اینطوری نکن اونا اون اگر نمیخواینم بگید بگید نمیخواید یک کامنت بذارید دموکراسیه بذارید ببینیم که آره دموکراسیه که من به محض اثبات کردن دموکراسی یک کامنت اومده بود رو یوتیوب زده بود فرست کامنت بعد یه دوست دیگه من بود جواب داده بود که بسم الله الرحمن الرحیم تبریک گفته بود یه لیسی کردن آره خیلی فرست کامنت مثلا 2010 اینا خیلی قوی بود تو فیسبوک اون حالا نه پیج ما که 20 کامنت میاد ولی من مشکل ندارم باش بابا هر اپیزود داره بالای 100 تا کامنت میگیره تو سر هر اپیزود ما داره بالای 100 بابا لطفا بیاین هم دیگه مسخره نکنین و برای کاری که داریم میکنیم احترام قائل باشیم اون کارون جریان داره کم بود یه آیرونی کرد کارون اصلا من گران چشما شدم گفتم دیده در نمیده از پشت پلکاش زنده باشید کار <applause> من با... یه چیز قبل شاجع به کلاب هاوس بگم بفرمایید سینت خوش یاد اومد خب بگو نه, نه نه بگو تو داری میری نه, نه بگو بمیزه. من اوکی میدونم بابا بگو تو کارون تو بگو آخه خب یادت می دو با... میره دوباره بابا زنده ترش نمیره الان اف... شنونده ها با فوش دادن حق دارن بفرمایید چیزه روجین یه دونه کلاب درست کرد به اسم خودکاست من نمیدونم چه جوری میشه کلاب ها رو پیدا کرد با سرچ سرش <applause> <applause> بعد برنامهمون اینه که ما اه... حالا ماهی یه بار زمانش خیلی مشخص نیست هر از چند گاهی از قبل اعلام میکنیم توی اینستاگرام و بقیه فضای مجازی که هست یه موضوعی رو ما مطرح میکنیم موضوعی که در واقع هدفمون اینه که دم دستی باشه دم دستی از این منظر که همه ماها بالاخره به نحوی توی زندگیمون باهاش برخورد کردیم یه موضوعی مطرح میکنیم بعد میگیم مثلا سر فلان ساعت همه میریم توی اون رومی که هست و ما اونجا قرار بشینیم از بقیه بخوایم که نظرشون رو بگن در واقع همون ایده که ما همیشه برای خودکست داشتیم و یه جایی هم نوشته بودیم که با هم اجرا کنیم اون موقع خیلی ابزارش نبود اوایل سعی میکردیم کامنت هایی که میومد و کامنت صوتی که میومد و پخش کنیم و حالا به دلیل مختلف اون خیلی کارای خوبی نداشت ولی اینجا دیگه من فکر کنم جاشه و میتونه خیلی خوب باشه حالا در صورت برنامهش هنوز برنامه زمانیش مشخص نیست ولی کل پلن از سطح بالا که بهش نگاه کنیم طراحی شده میدونیم حدودا میخوایم چیکار کنیم به زودی اعلام میکنیم یه جام من دیدم مطرح شده بود که توی اندروید و اینا نیست به مرور میاد قطعا این اپ توی اندروید میاد همین الانش هم که توی اپل چیز ورژن بتاه ولی به مرور قطعا توی اندروید میاد راههایی هم هستش که با اندروید بخوام وارد شم ممکنه خیلی سکیوریتیش خوب نباشه ولی من قول میدم به شما همین اپی هم که ما رو اپل استفاده میکنیم سکیوریتیش خوب نیست اه اه در هر صورت اطلاعات ما دزدیده خواهد شد حالا در که میخوام بگم زیاد فکر نکردم ولی شاید بتونیم حالا اون انتقادایی هم که دوستان دارن شاید جاهای مثلا مسج گذاشتن و ما ندیدیم هم اونجا بتونم مطرح بکنن اگر که مثلا اول و آخر اپیزود ها این کارا میتونیم اونجا انجام بدیم یعنی یه رابطه یه دو طرف تعامل دست میخواستم در مورد رپ فارسی صحبت کنیم <applause> خیلی دوست دارم اتفاقی که داره میفته رو قشنگ منو برگردونده به دوران راهنمایی که همه پیشرو پیش رو هفته یه دونه دیسپک میداد دیسپک <applause> <دیسفک> میدی <تصفيق> <تصفيق> الان همه افتادن به جونه هم دیگه کارون نمیدونست موقعی که اومد براش آهنگار دونه دونه خیلی سریع امپی تی ریوار و خیلی جالبه برا من الان دوباره جذب شده رپ فارسی الان مثلا یه عدد همه با هم دیگه کار میکردن همه با هم دیگه خوب بودن و اینا <تصفح> الان دوباره افتادن به جونه هم دیگه دارن دیست و دیسکشی میکنن بعد اینا میاد توی اینستاگرام و مطمئنم حالا توی تمام فضای مجازی میاد دیگه احتمالا یه دونه کلاب هاوس میاد یه روم میزنن شروع میکنن به تو این کردن و اینا ولی الان خیلی باحال شده الان همه افتادن به جون همدیگه اول کی بود؟ اول ارفاینا, ارفاینا دادن ده. بعد چیز بعد, بعد هیدن, و هیدن, و بیلسون. هیدن ویلسون وقت دادن ایمانمون و جیدال رو آوردن وسط بعد اونا که الان دیسپک دادن و تهم اونا که دیسپک دادن الان عریض جی جی و بقیه رو آوردن بارو... آره. سیناتا. سینا تهم تهم, تهم یعنی تا همین جاست خیلی داره باحال میشه الان گروه به گروه شده و ام هم که هم اومد هیچ کس رو دیست کرد الان هم منتظر و هیچ احساس میکنم دیگه کار نمیکنه خیلی ولی این جالبه این چیزی که تو میگی توی چیز کتاب 1984 اونجا هم مطرح میکنه نیازه که ظاهرا شما همیشه یه سری دشمن داشته باشی یعنی همه فرضی آره؟ همه چیزم هم که خوب پیش بره هر در واقع خط فکری نیاز داره برای خودش یه سری دشمن داشته باشه انگار لازمم آره. لازم هم نیست دا. یعنی نباشم اون زنی ولی اینا این دشمنه رو به وجود حالا این رپ ما هم رپ فارسی هم اینا همدیگر نمیبینن همه چون هم بچه خونگی هن ولی این میاد مثلا فردا دیست کار رو مثلا این افراد رابطه خوب با هم داشتن یعنی یه دورانی رفیق بودن بعد ایمان اینا که اینو گذاشتن برامون ایمانمون این مثلا تو یه هفته سه تا آهنگ میاد بیرون مثلا آهنگ اینجوری پادکست نیستش که بشینیم ضبط کنیم این زمان میبره اكو تا آهنگ نه بیره. بیره. اینو نمیدونی آره. نمیدونی اینا میگن هست... ما انقدر خفنیم که میدونیم دو ساعت آهنگ اینا هم آهنگ شده است یعنی ما ببین اول... این میتونه باشه من دیسشون کردم رو تویتر. بوده قبلا اتفاق افتاده بود خب این معروف شدن دیگه قبلا اتفاق افتاده بود ولی ای احساس این یه ذره زربس... آدمایی که توشن من دیده بودم مثلا جوجه رپر که اونایی که کمتر معروفن یا مثلا نسل سه و چهارن تو اونا دیده مثلا این آدمای دور معروفن اینا نه نه, نه مچه مچه اینا از نسل یک شروع شد دیگه حالا ندارم بگم مثلا نسل که فلان و اینا ولی اینا از قدیمی ها شروع شد اینا یه آبروی ساختن برای خودشون یاروی که یک خورده میلیون فالوور داره این همه کار مثلا سبونمون داده. نون خب مثلا کسی که چه میدونم آره این تیرانداز نمیان. بامیه اینا مثلا آب رو دارن اینا اصل یک ها. خب اونا او... کار اولیشون بوده دیگه نمیتونی با اون قضا من نمیگم بله با من خودم همیشه گوش دادم حال کردم ولی اینا اینا شوخیه یعنی ما که بیر آخه من دیدم مثلا زیر این پستا که میذارن یه سری میان طرفداری اینو میکنن نه. یه سری میان طرفداری به هم فوش میدن اوناش دیگه بیخود من فکر میکنم اینا همه با هم در ارتباطن و این دیگه بازیه که معروف شد و یه ذره یه شور و شوق بیفته توی این قضیه از این دیگه معروف تا دیگه زنده خونه میخواد چیکار معروف یعنی که تو یه مدت خبری نبود این با اون همکاری میکرد شاید ویو یا آنچنانی اینا... نمیگره. اینا دارن پیویت میکنن بعد ولی الان, الان اینجوری میشه ویو ها میره بالا دور همیه دیگه قبلی ها رو دیده بودم که برای مثلا میگم مثلا اونایی که کمتر شناخته شدن ولی اینا به نظر من حداقل ما هم گروه بزنیم شروع همه رو دیس کنیم از اول پادکست خودکست بر اساس دیس شروع شد هفته یه نفر یکی از دوستامون دارم از دست میرم دیست هایی که شما اینجا دارید میکنید آشما تو که فاک و منزه عدست داریم فاک و منزه فاک و منزه فاک و منزه فاک و ولی من که خدا که دستم پاک از تمام دیست هایی که شما چی شده؟ یکم روشنش کنم بیا چیو؟ <laughs> زیر گازو <شنش> برو برو چیو خونه رو سرد شد؟ نه حوصه باشه چیزو شاتر چیزو ش... دیاگو دست نزنی یا شاتر سپیدو بالا کن لومینیشنش رو زیادم بالا نره دیگه جس جز... ادامه بدید بگو ببینم چی داری برامون آقا کارون میخوای ما رو کجا ببری؟ بنده خدا از فرهاد بیاد میاد اپیزود راجع فرهاد اپیزود راجع بایوگرافی فرهاد این اپیزود شما چرا دارید پچ پچ میگوید هر چیزی که هستو رو میتونید توی من بخواستم اینم زبط داره انجام میشه رو ویدیو یا نه وای وای وا... باید باید باید. یه ذره مکس کرد من مکس اذیت کرد یه مکسی که کرد گفتم میخواد بگی نه آره این اپیزود قراره که راجع به گوگل یا گوگلی صحبت کنیم گوگولی به عنوان صفت اسم گوگل آره اینو من چند پیش داشتم خونه تمیز میکردم بعد پادکست ستاف You Should نو رو باز کرده بودم یه اپیزود داره The Science of Cute بله خب ما اینجا کیوت و گوگلی تعریف کنیم خیلی برای من جالب بود من نمیدونستم که اصلا دلیل علمی داره و که یه سری ظاهرها برای مثلا ذهن ما گوگلی به نظر میان کیوت به نظر میان و ولی دلیل علمی داره اگزاتیک هم جزشه یا اون یه کتگوری دیگه است. اون فکر میکنم شما را جایی یه چیز دیده چه دیگه آره. نه بعضی دیدم من اینو من جایی دیگه من بعضی از بعضی از قیافات دیدین اگزاتیکن دقیق نکردی اون یه اپیزود دیگه هست کیوتس است. نیست داری مثلا این طوری که سگ داره موتور داره نه آره اون فقط مهره ما رو اینا اون دا داستانش خب با. با. این این راجبه کیوته خب درست خب این اینو یه از خواب خب برای من جالب بود که مثلا اینجوری یعنی اتفاقی توی مغز ما داره میفته که ما جذب حالا اون موجودات گوگلی میشیم مثلا شما یه بچه کوچیکو که میبینی مثلا میخوایی دیگه لپشو بکشی اینجوری بازی کنی اینا پاندا سگ اینا اینا یه سری ویژگی دارن که اونجوری شما جذبش میشیم بچه آره بچه گربه بعد آره این من بر اساس اون اپیزود اونا دارم صحبت میکنم حالا یه چیزای دیگه هم خودم اضافه کردم ولی اون اپیزودش هم جالبه بعد میگه که کاراکترهای کارتونی و اینا احساس د... میکنم اساس چنگی به دلم نزاده. نزاده. خودم خوبش کنم <applause> نه. بعد کارتونی دیزنی و اینا هم که نگاه کنید مثلا میکی ماوس و نیمو وینید به پو و اینا آره این چی اسمه؟ گوفی آره اینا همه از اکش. یه سری ویژگی استفاده میکنن که شما رو به خودشون جلب جذب کنن خب و اینا به مرور این کاراکترها کیوتر هم شدن یعنی از یه لولی شروع کردن هی کیوت و کیوتر شدن و قزینه که اصلا مغز با انگار سیم کشی شده که واکنش نشون بده به این ویژگی های ظاهری که ما نسبت میدیم به کیوت بودن خب بله و اینکه حالا شما این موجودات کیوتو که کیو ببینید دیگه دست خودتون نیست به صورت خودکار تو این را 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 ببینی اینو اینجوری آره. آره این اولش داشت به اون صدا صحبت می‌کرد <تصفح> آره آره آقای کنراد <تصفح> لورنس خب یه محقق و زوالوجیست <تصفح> حیوانشناس اتریشی هستن اون میاد یه مفهومی رو مطرح میکنه به اسم بیبی سکیما ترجمه انگلیسی شد آلمانیش یه چیز دیگه است خب این در واقع این چه مفهوم یه مفهوم یه سری از ویژگی های ظاهری و اندامی رو مطرح میکنه و میگه که هر موجودی که این ویژگی ها رو داشته باشه به ذهن ما انسان کیوت به نظر میاد اون ویژگی چیه دهان کوچک خب من من از دو رفتم بیرون نه ماها که ها که بجز فرهاد تمامون از دور خارج yeah, د... تو, دسجا... آره. تو هم دهن کوچیک سانتی اون دفعه خیلی کوچیکی بود توضیح شافه پیش داده بود ای بابا ای بابا ایمان جان توضیحش اینه که ایمان همه دندوناشو کشید هشت دندوناشو کشیدن یک و نیم سانت فکرش کوچیک بوده آره از تو کوچیکه آره آره دهان کوچیک پیشانی بزرگ آره پیشونی بزرگ مثلا یه ذره پیشونی بیاد جلو چشمای بزرگ چش خیلی مهمه تو کیوشن نگاه کن این کاراکتر این, این کوچیکه آره نه کل چشه آره و میکی ماوس و نیمو اینا همه چشای انقدی داره شده بچه بچه چشش بزرگ به نظر میرسه دست آره پس آره. پیشونی یه ذره میاد جلو دهن و دماغ باید کوچیک باشه <تصفح> چشام قشنگ مثل آدم فضایی دیگه چون دقیقه اونا چشای بزرگ دارن پیشونی بسیار بلند خیلی آره اینا رو ما میبینیم کیوت به نظر میاد آره بعد من اینجا داشتم سرچ میکردم فهمیدم که آقا مثل که دو تا اندام تو بدن هستن که هیچوقت رشدشون متوقف نمیشه ای بابا ای بابا کنوش اگه بگیریم راحت این دلانه رو از ما بدونیم امیده هست نمیذارم ما دل لبندی میخورد یکیش گوشه دیدید بله این مردم اصلا گوشش گوشه ای گوه چیز تو رو خوده این که بنا فرید تو بامش دماغه راحتمون کرد آره گوش گوش و دماغ رشدش متوقف نمیشه بعد فکر کنم الان مثلا تو 28 سالگی دماغ امینه مثلا 60 سالگی دیگه چی میشه اینجوری مثلا او او دوباره چاوت میشه مثلا سما حالا میگم بهتون چی شد هفته پیش میدونید چی شد هفته پیش نمیدونید آره خلاص <سرگونده کراسی> این <دروازت دیزنی> آقای کنراد لورنس <kondrad> میاد این ویژگی رو مطرح میکنه به عنوان بیبی بی سکیما خب یعنی موجوداتی که حالا چشم خیلی توش مهمه چشم بزرگ پیشونی دماغ پیشونی بزرگ دماغ و دهن کوچیک اینا به نسبت داده میشه به کیوت بودن کاراکتر دیزنی مثلا همین سیندرلا و اینا من فکر کنم چشاشون خیلی بزرگ بود و دهانا معمولا کوچک بیبی آره خب. بعد میگه شما موجودی آه. کیوت که میبینی موجودی که این ویژگی ها رو داره به صورت ناخداگاه دوست داری ازش مراقبت کنی دوست نداری اون موجود آسیبی بهش برسه تو مثلا بچه پاندا میبینی میخوای بمیری براش سگ میبینی آره بچه گوگلی میبینی حتی بچه خودت هم نباشه تو حاضر نیستی به این به هیچ وجه آسیبی برسه دیگه بچه مریضیه دیگه بعد این آقای لورنز میاد تو سال 1949 یه ایده رو مطرح میکنه میگه که این یه انتباق تکاملی بوده خب یه انتباق تکاملی بوده که تضمین کرده که والدین از بچه هاشون مراقبت کنن ام. این خیلی جالبه انگلیسی انتباق, انتباق تطابقی evolution adaptation اه آه. آره. evolution adaptation یه اه... میگه که آره این توی در واقع یک سری از موجودات بچه های یک سری از موجودات این ویژگی رو تو خودشون به وجود آوردن و این باعث شده که تضمین بشه که والدین از اونا مراقبت میکنن یا اینجوری بگیم والدین از اون بچه های بیشتر مراقبت کردن که کیوت بودن و این انتخاب طبیعیه دیگه یه مدل انتخاب طبیعیه باعث شده که اون بچه کیوت ها بیشتر انتخاب شدن و پس اون <تصفح> اون موجود به مرور کیوت و کیوتتر کیوت بشه یعنی بچه های انسان ماها احتمالا به مور زمان کیوت و کیوت تر شدیم ما یعنی کیوت شده چیم <تصحیح> <تصحیح> نه الان تو این سن نه آه. بچه مثلا تا یکی دو سال آه. اول خیلی گوگولیه چون اون موقع نیاز داره که اونطوری سروایف کنه آره نیاز داره که مت... یعنی مادر پدر یه بزرگتری ازش مراقبت کنه صورتی که اگه کری منظر باشه آه. اون احتماله میاد پایین که تحقیق روش انجام شده هم میگم بهتون دیگه چالش میتونیم بذاریم عکس بچگیامونو بذاریم تو پادکست 20 سال فاصله آره نه نه بذاریم واقعا نشون خب تو فکر کنم میبری من دیدم عکس ما فراد بزرگی شو دیدم چی؟ بود اذیت شدم بچگی خاصی نگهداری کنی ازش من هنوز میخوام من, من دوست دارم به شاستی برسم ادامه بدید خب خب پس نذارید آره بعد اومدن مغز گذاشتن زیر دستگاه ام بعد به اون آدما عکس کیوت نشون دادن فرزاد میدونه اوربیتال frontal کورتکس یه بخشی از مغزه که مسئول رگولیت کردن یعنی تنظیم میکنه احساسات و لذت و اینا رو اون بخش از مغز برای مدت خیلی کوتاهی فعال شده وقتی که آدم ها اکس مم. کیوت دیدن خب یعنی ما سیمکشی شدیم به کیوت بودن واکنش نشون بدیم خب یه لذت آنی توی مغز ایجاد میشه وقتی شما یه حالا موجود کیوت میبینی م. و دیگه اتوماتیک دوست دارید از اون موجود مراقبت م. کنی مطمئن شی چون مثلا درخت روش نمیافته نه نم غذا داره زنده میمونه امنیت داره همه این چیزها هست یه قسمت خیلی ناراحت کننده داره اومدن یه سری کودک رو اومدن به بزرگترها عکس بچه نشون دادن و بچه ها واقعا این بخش از مغزشون فعال شده بعد اومدن عکس یه سری بچه که حالا یه ابنرمالیتی توی صورتشون بوده حالا یه مشکل ظاهری داشتن و نشون دادن م. این بخش از مغز کمتر فعال شده م. خب یعنی یه بخش دیگه فعال شده نه حالا این مطالعه چون لذت بوده این کمتر آره مطالعه راجع به این بخش به خصوص بود یعنی شما یه چیزی رو یه عکس بچه‌ای که میبینید خیلی کیوته بیشتر دوست داری مراقبش باشی تا اگه کمتر کیوت باشه به هر. این خیلی ناراحت کننده است حالا جلوتر من رفتم بیشتر نگاه کنم بیشتر بهتون با هاتون راجع صحبت میکنم بعد حالا کلا این ظاهرا فیلد نوپاییه یعنی این آقای لورنس سال 1949 اینو مطرح کرده اون قدید ازش نگذشته که دارن روش ریسرچ میکنن تا 70 سال گذشته ولی شواهد تا اینجا داره نشون میده که واقعا بچه یه سری از موجودات حالا طبق انتخاب طبیعی این ویژگی ها رو پیدا کردن و اونایی که این ویژگی ها رو پیدا کردن بیشتر توسط مادر پدر انتخاب شدن مراقبت شدن و اونا مثلا دوباره تولید مثل کردن و این کیوت بودنه به مرور بیشتر شده بعد حالا توی موجودات بچه هاشون که به دنیا میاد دو حالت داره دو تا کتگوری خیلی کلی داره یه سریشون پریکوشل بهشون میگن یعنی این بچه موجوداتی هم که تازه که به دنیا میان همون موقع تا یه حد خوبی بالغن میتونن راه برن غذا پیدا کنن نیاز به مراقبت ندارن مثلا اسب و دیدید فرد میفته بلند میشه راه میره بعدم میتونه با سرعت ماباش بدوه درجا نسبی عربت. آره مثلا بچه فیل گفتی تو بله آه. آره اینا حیوانات پری کوشل بهشون میگن وقتی به دنیا میان بچه‌هاشون خیلی قوی هن. هیچ نیاز به مراقبت ندارن جوجه. از اون طرف حیوانات دیگه التریشیال بهشون میگن که ریشه لاتینش به معنی نیاز به پرستاری داشتن و اینا اصطلاح میگن خیلی بچه های یعنی وقتی که به دنیا میان نیاز به مراقبت دارن بچه <applause> کفتر بچه کفتر بچه آدم نمیدونم خیلی از موجودات مثلا انسان میگن بچه که به دنیا خیلی آندر developed دیگه خیلی ناقصه میگن اگه قرار بوده به موقع به دنیا بیاد باید 6 ماه دیگه به دنیا میمده یعنی 9 و 15 ماه باید طول میکشیده ولی بچه که به دنیا میاد خیلی اندامش نرم و ایناه به خاطر اینکه بتونه از بدن مادر خارج بشه آه. اصلا بدن مادر اون رو بهش نمیده که مثلا بدن اسب چون روی چهار پا را میره خیلی فضای زیادی از بچه کامل دیولوب میشه بد میاد بیرون ولی بدن مادر چون مادر انسان این مشکل ریشه اینه که ما چرا رو چهار پا را نمیریم ب... اینا هست من این راجبش هست به مرور که ما از چهار به دو تغییر ش... کردیم خیلی کار سخت کرده برای خانمها. خیلی وحشتناک نسبت به... به اسب و اینو وضع هم کردن انسانای دو پا نسبت به اسب بچه های مثلا میمون و اینا چطوری اوه. اونا دیولپ به دنیا واسه نمیدونم, نمیدونم. نمیدونم. من... نه نگفتم گفتم مثلا شاید تو این بوده اونا مثلا بازم دیولپ تر به دنیا میان به خاطر حالا لزوما فقط به خاطر اون جای نیست آره. یه سری از حیوانات کلا اینجوریان که بچه هاشون که به دنیا میاد خیلی ضعیفن یه مدتی طول میکشه این بچه باید رشد کنه باید ازشون مراقبت بشه موش مار و اینا اینطوریه مار تخ میذاره همون در میادی مار در میاد یعنی بچه کار کرگرد نه یعنی ماری در میاد که میخز و مثلا کار میکنه بچه هاشون راحت میخزن آره بعد دکته اینه موجودات آلتریشیال اینایی که نیاز به پرستاری دارن هلپ رسن کیوت ترن یعنی این, اون انتباق تکاملی بوده که اینا مجبور شدن کیوت باشن که مطمئن بشم مادر پدره از این مراقبت میکنه میکنم. به دنیا میاد یا ولش نمیکنه دیگه حالا آخه مثلا بچه کفته رو تو ببینی خیلی کریه زشت, زشت لخترینه حتی بچه انسان اون لحظه که به دنیا میاد خیلی زشته ها این به مرور مثلا بعد یک دو ماه خیلی آه. کیوت جا میفته دیگه اصلا خوب میده من کره اسب خیلی خوش کردم دیدم کیوت فیل بچه فیلم میاد خیلی ممشیه <تصف> <تصف> یه چیز دیگه کلا مادر یه برای جالب این خیلی باحال ما اصلا نمیدونستم همچین چیزی هست بعد این کار مشابه رو سگا هم انجام دادن خب این به سمت کیوت شدن پیش رفتن و سگا هم انجام دادن شما به گرگ به عنوان قبل سگ نگاه کنی قیافش رو میبینی نمیگی گوگلی اش میکنی کرکوپرت میریزه ترسناکه چشش سگ داره گرگ آره سگا اومدن یه ازولهی رو دور چششون داره ال ای او ام میگن اسم کاملش رو دارم ولی خدا مسخره نمیکنم نمیخونم چون سخت خیلی اسمش این ازوله اسم لاتینه این ازوله هایی که دور چشم سرکه هست این باعث میشه که بتونن احساسات رو با چشمشون نشون بدن غم و شادی و حالا محبت مم. و اینا رو دیدی سگ و نگاه میکنه دنگار داره باید حرف میزنه میگن چی میگم پاپی آره چی که مثلا بعضی که قیافشون یه جوری میکنن میگن که قیافت مثل سگا کردی ب... با... مثل پاپیا کردی چه شعار مثلا اینجوری جوری میکنن بگو. نه 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 دقیقا از همین طریق سگا تو اصلا اونجوری نکن <applause> <آسان. تصف> تو اصلا سروایب نمیکنی کنی شکم روش میاری دیدید چقدر اگر که دوست دارین از من مراقبت بکنیم بنویسید که من میخوام از یا مراقبت بکنیم این آرس پیپل نه مراقبت بگیر خب <تصفح> اه... آره این سگا این عضله رو نسبت به گرگا بیشتر دارن برای همین میتونن ارتباط حالا بسری احساسی بیشتری با آدما داشته باشن سگام پیدا کردن یا تقویت کردن این آره آره تو طول زمان ببین یه, اون... يه... سری از گرگا حالا یه میوتیشنی انجام شده تصادفی او عجب خوابیدشن اه... راجع میوتیشن اینا خواب بعد بچا راجع بلک هول ما ببینیم راجع میوتیشن خوب بلک هول خیلی خفنه بلک هول این دا وای وای یه،, یه،, یه سری از گرگا احتمالا یه جای یه میوتیشن اتفاق میفته اینا میان کنار انسان ها یعنی دیگه از آتیش اونجوری نمیترسن میان کنار انسان ها بعد احتمالا یه سری هاشون از ازال چشمه اتفاق میافته آدما بیشتر از اون خوششون میاد بیشتر اون رو نگه میدارن پس به مرور این ازال ایجاد شده و خیلی کار برده خفایی بعد اصلا چشم سگ خیلی یه چشم سگ داره میگیره آدم ها. یه اصطلاحی داره کاش یه نگاه بکنی جیمی اون دنیا رو جیمی نیچه اصطلاح چیه نه فقط این که باید. دل رو با باشن و همون که کارونم گفت احساسات, میفهم مثلا قمگینه یا مثلا آیس. پاپی آیس آره مثلا نگاه کنی ها رو در میبینه گوگولی نشون بده یه ممشی بگم وای نگاه کن قلب آدم میره. بعد خیلی اینجاش خیلی جالبه این ظاهرا جذب شدن ما به این ویژگی های ظاهری محدود به جغرافی و فرهنگ نیست هم. یعنی تو تمام فرهنگ تقریبا ثابته تو یه مدل قیافه رو ببینی میگی این گوگلیه. <applause> این هم خیلی جالبه که انقدر مثلا استاندارد مشابه وجود داره بین همین فرهنگ ها بعد چیز انگار مثلا شوخی طبیعت با ما انسان ها قشنگ منیپیولیت میکنن آدم ها. این موجوداتی که کیوت هن مثلا میگه بچه انسان میگن یه پکیج کامل از ابزارهای منیپولیتیو داره چشماش اصلا کلا ظاهر گوگلی که داره بوی خوب میده بوی کله بچه من هیچ خیلی بچه کوچیک نه نه نمیدونم ولی همه میگن زیر چونه دور دهن تو بچه کوچیک تا حالا ندیدی اون که خوشبو باشه ندیدی بچه کوچیک دستی که این نمیارن میدونن خطرناک یهو میزنه یکی رو ناقص میکنه بوی خوب قیافه گوگلی و صدا مثلا صدای خنده و ایناشون هم مثل خیلی جذاب میکنن بچه ها کوینگ آره این اصلا مثل که طراحی شده که شما آدم بزرگا رو جذب کنی و اینکه حالا پدر مادرش هم باشی مهم نیست هر بزرگتری که بچه خفنه. میبینه دوست داره ازش مراقبت کنه و این دلیلش اینه ام. من تو فکر اسم این اپیزودم گوگولی آره گوگلی کو گوگلی کو گوگلی بعد به مورا ما که بزرگتر میشون از دست میدیم دارید به جز فرهاد اون ویژگی های که فکر میکنید من هنوز گوگلی هستم تو شما یه دو جل آینه بری حمایت از متوجه میشید خیلی هم چرا اصلا نیاز ندارم چون که اگه من بگم جل آینه انگار نیستم من اصلا نیاز ندارم آره بعد این قشنگ این قضیه نقطه ضعف منه من اینو بعدش نمیدم دیدی یه سری از آدم ها اینا بزرگ میشنم و همچنان گوگولی میمونن مثل فراد نه آه. من قشن نقطه زفم همه یعنی من آدم گوگولی اگه وارد زندگیم بشه دیگه هیچ راه خروجی نداره من همیشه باید با این آدم در ارتباط باشم اصلا بعد اینکه این, این اپیزود رو گوش دادم من فهمیدم که او یه سری از فیژگی یه سری از آدم ها قشنگ گوگولی یه چشمای اونجوری دارن و مدل حرف زدن را رفتن یه سوال یعنی حتی اگه آدم گوگلیه آدم مزخرفی هم نه باشه نه نه. هم. او sure هم هم <تصفح> خب اون اوورایت میکنه اگر میک شور کنم بدید آقا خب بدم تا کی میتونم تو زندگی نسی نسی. کارون باشم <تصفح> <تصفح> آره اخلاق همه چی اوورایت میکنه ولی من قشنگ نقطه ضعفم بعدش که این اپیزود گوش دادم نشستم فکر کردم او سختمه که ولی نقطه ضعف خوبی به نظرم نقطه ضعف همه جورش بده بعد آها آه، رفتم اون تحقیقه رو نگاه کردم تحقیقه جالبیه میان به آدما مرد و زن عکس بچهای گوگلی نشون میدن خب آه. بعد این اکس ها رو طبقه بندی کردم مثلا یه سری ها میزان گوگلی بودنشون لوه یه سری ها میدیم یه سری های خیلی دیگه هن با همین معیارها اینا آه. بعد مدت زمانی که آدما نگاه کردن به اون عکسای گوگلی میانگینشو گرفتن مردا بهشون بچه کمتر گوگلی نشون بدی به صورت میانگین بیشتر از خانوما بهش نگاه کردن خب بچه که میزان گوگلی بودنش متوسط میشه زن یه ذره بیشتر از مردا نگاه کردن همچنان نزدیکه خب ولی بچه های خیلی گوگلی که نشون دادن اینا آه آخرش مید. بچه های خیلی گوگلی که نشون دادن خیلی بیشتر از مردا نگاه کردن یه مدت زمان بیشتری رو به صورت میانگین صرف کردن که به اون عکس گوگلی نشون بدن ولی نکته چیه نکته اینه که شیب نمودار تو دو حالت سعودیه یعنی اینکه هم خانم ها هم آقایون اگه عکس گوگلی تر بهشون نشون بدی به صورت میانگین مدت زمان بیشتری رو به اون عکس نگاه میکنن درسته این خیلی جالب قشنگ نشون میده که ماها سیم کشی شدیم که علاقه باشیم به عکس های گوگلی بعد تو همین تحقیق عکس یه بچه رو کنار هم دو تا عکس گذاشتن یه بچه است بعد اومدن به صورت حالا مصنوعی ویژگی های گوگلی بودن یه عکس رو زیاد کردند تو دست تو رو که نگاه میکنی میفهمی اینا یه نفرن ولی یکی و که میبینی میگه آخ قلبم اون یکی اون سن اینجوری اوکی بود کلی هم خیلی جالبه تا به حال آه قلبم نگفتم نه, نه این اکثر رو تو ببینی میفهمی از گفتی آخ آه. قلبم به مسخره بازی گفتیم نه من جدی هم بابا یه وقتی از خیلی نه گوگولی باشه من حالا نگفتم این ساید نه کارون نه رو, نه. رو تو این فصل داریم میبینیم ما سایدی و عاشق احساس میکنم داره فیلم بازی میکنه <applause> نمیتونم باور بارم. بعد اپیزود آره آه... چون من آه... تو گوگل خطاب نکردم حالا منو تو آره. رو قرآن نکن کارو تو رو به بلای تمام میشه دوستی همونجا تمام میشه بعد کیو ها ترهاد... همین ادامه این طرح است شانس بیشتری برای گرفتن اسباب بازی از پدر مادرشون دارن شاید یکی دلیلی که من هیچ وقت اسباب بازی نگرفتم دیشب فهمیدم و برای آیا. وقتی که میخوان بچه رو به سرپرستی بگیرن شانسشون بالاتره ناراحت کننده آره است خب ولی کاری هم نمیتونی بکنی طبیعته یعنی سیم کشی شده انگار بگی تو نباید تشنت بشه نمیتونی که انتخاب کنی این هم ناخداگاه تو یا یعنی یه بچه با ویژگی های گوگلی بیشتری ببینی بیشتر جذبش میشی کارتون بود جوجه اردک زشت بله ناراحت کارتون ساختن کارتون ها من داشتم همین دیشب این کاراکتر دیزنی رو نگاه میکنم چقدر گوگلی بودن یاد کارتون ایرانی افتم لا فیلم ترسناک به ما نشون میدادن اون خوب بودن قبل اون قبل اون خونه مادر بزرگی بود یه دیو میو داشت میومد سمندون سمندون دیگه رحم کنید به بچه حسن کچل حسن داشتیم نه بدترینش چیز بود یه شبکه فکر یک بود کارتون ایناش که شروع میشه و برنامه کودکش یه یعنی شعری میخون میومد رستم یه دیوی و چیز میکنه آه میچرد دختر از رو دوم دو دو دوم آره چیز آره. میدوید میپری اصلا نه که دوریم همچی چیزایی هایی شده شده این ترسک میدیدیم بود هم بود. بود مثلا ها را یادتونه بابا اون دیر بس سنیا بس سنیا بود اون زمان بستنی خود خاله خوب بود ولی بستنی ها بستنی ها کریه تری بود بستنی ها خوب بود یه بستنی قیفی بود و یه شکلاتی بعد بابا یه نفر نبوده بره یه دونه کاراکتر دیزنی رو ببینه ببینه اینا چه ریسرچی کردن شبیه اون بس سمندون چی دو تا اصلا چیز دو تا موزا بودن اون خب خارجی بود اون موزا نه ما این داخلی نه داخلیش هم داشتیم موزا موزا تو همین برنامه نم خاله چی چی فکر هم میومدن خاله شادونه عزیزه دارم کراش اول زندگی آقا اوشون خاله شادونه نبود شادونه جهید اوشون خاله یه چیز دیگه بودن اون خاله اون خاله هر کی بود من اونو دوست داشتم سر ما خاله کارتون که دیدم به خاطر اون خاله بود آره این ادب شدن گفتم شانسشون بیشتره که به فرزندی قبول یه سوال آره. خارجی پرسم این تحقیقات تو چه سالی انجام شده فکر کنم جدیدن یعنی مثلا عکس داره... میذارن و عکس بچه رو میذارن و اینا آره ام و اینا که به آدما عکسشون دادن دیگه بعد مغز گذاشتن نه, نه نه تو گفتی تو تحقیق دیدی اون عکس بچه رو این عکس آره دادن و اینا اینا این فیچرهای بیبی اسکیمایی که آقای لورنزا بله. میدونی می چرا میپرسن از لحاظ اتیکس و میخوام ببینم چه جوریه مثلا اینجور تحقیق آره اون عکس رو بذار توضیح بدم اون عکس اینجوریه که اینا مثلا تشخیص میدن این ویژگی ها برای کیوت بودن موثره خب ام. بعد میان توی اون عکس و عکس بچه ویژگ... ها رو میگیرن از قصد ویژگی اون ویژگی رو بیشترش میکنن بعد تو اگه بیشتر به اون واکنش نشون بدی میفهمی می که درست دستکاری کردن دیگه فهمیدی یعنی تو میدونی یه آدمه ولی چون اون ویژگی ها بیشتره تو یکی رو بیشتر دوست داری من قشنگ دیشب میدیدم بدون اینکه کپشن رو بخونم من جذب عکس سمت مثلا چپ شدم کپشنی که میخوندی نوشته بود آره ما این عکس سمت چپ و این ویژگیاشو بیشتر کردی واقعا جواب میده آره بعد میگه بچه‌ای که کمتر کیوتن یا حالا توی بچگی به هر دلیلی ابنرمالیتی ویژگی خارج از حالا اون هیته نرمال بودن توی صورتشون دارن میگه تو دوران کودکی ممکنه دچار یه سری مشکل بشن مثلا میتونه رابطه مادر با بچه اونقدی خوب نباشه به خاطر که مادر کمتر واکنش نشون میده به بچه کمتر کیوتش آه. خیلی ناراحت کننده است بعد اینا تو بزرگتر شدن بزرگتر که میشن دوچاره مشکل. ما دوستان که رفتیم اول دوستان من یکی از همکلاسیان هم بود لب شکری بود آره. بالای لبشون یه دارک دیده بودی برای توضیح میدادم ای... ولی انگلیسی رو نمیدونم چیه شاید اون اونطوری یه توضیح دیشب خوندم انگلیسی بالای لبشون انگار مثلا یه پارگی بوده که بعدن جوش خورده اون شکلیه آها دیدم اوکی 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 اوکی. خیلی حالا های در مثلا سری عملای زیبایی اینا میشه کرد بعد اون اولین باری بود که هم من این آرزو رو میدیدم هم نوع رفتار معلم با اون همکلاسیمو دیدم اون خیلی منو تو همون هفته اول و دومه دو اول لبستان آزرده کرد معلوم بود که به مثلا هم کلاسی بند خود ما کمتر توجه میکرد یا تو زنگ تفریح ها مثلا نمیرفت حالش رو بپرسه ولی به تو خیلی توجه میکرد <applause> <applause> احتمالا اون بد بوده که معلم اگه از نه. تو تو ایران خیلی حالتو میپرسید و میاد می زنگ تفریح ها بابا همه شروع کرده بودن به گریه و اینا که ما میخواد بریم خونه و اینا مثلا هفته اول اول لبستان دیگه احساس میکنم ازیاد شدی خب نه ولی مثلا همون شب شا... همون که چی ناخوند همون که ک... همون هم کلا... پیش برام نه بی ادب نباشی گستاخ <تصحنت> <تصحنت> فرزاد اشغال دنیاست کیوت خونه نبوده می‌خواستم <تصحنت> همین بابا حرف نزنید بذاری حرف ما این خانواده رو ما می‌خوایم رو از هم بپاشیم خب آره ولی همون شخص مثلا خب بزرگتر شد کارکترش رو بقیه بهتر فهمیدن باش بیشتر آشنا شدن و اینا جای خودش رو وا کرد ولی اون چیز اولیه اون ریاکشن اولیه از معلم اول دبستان هنوز تو یاد و خاطر خودش هست با هم میشینیم حرف میزنیم آمیشتد. میگه آره, با هم رفیقیم آره اکی. خب تو بگو فرضت یادت نه من میخواستم بگم که به من گفته شده که راست من گفتن تو کیوت نیستی خب بدم اوکیه دیگه فصل الخطاب بگم که نگرانم نباشید اگه دوستانی که میدونم یاد هیچ کی مراقبت ازتون نمیکنه از خودتون بعد از بقیه مراقبت کنید ولی خیلی باحال این مادر بچه من خیلی ناراحت شدم به صورت ناخودآگاه میگه به صدای بچه کمتر کیور کمتر واکنش نشون میدن بعد چیز دیگه قشنگ من بودم که ما تهش حیوانیم دیگه یعنی سیم کشی شدیم حالا یه سری کارا رو بیشتر انجام میدیم هر قدم تعریف و توصیف شاعرانه نمیدونم عاطفی روش بذاریم ولی خب مغز اینجوری داره کار میکنه اون بخش درست. مغز, مغز تو کمتر فعال میشه اگه یه آدم کمتر کیوت ببینی یعنی وقتی از مامانت پرسید مثلا من و دوستاری یا داداش خواهرم و میگن یکسان میبینی که درست نیست احتمالاً اون البته فکر نکنم باشه دوست نداشتنه میدونی؟ برحال نمیدونی دیگه مال ها را نکشید آب در یک قدمی است اجازه بده دیگه خانواده بدونن که دارن چی رو شده ایدی همونم بیام بدین تا رو ایدی که پیچون بگو بیرم چی داری برامون فرزاد با حالی بود کنم اول اپیزود میخواد میتونم الان اینو بگم پرسیدی اینو آقا این هفته اتفاق جالبی بر من افتاد واو من اصولا فیلم و سریال و اینا که میبینم گریم نمیگیم مثلا احساسی نمیشم مثلا, ب... مثلا توی جمع پنج نفریم میانگین سه نفر گریه میکنن یه اتفاق واو. احساسی میفته من مثلا مثل دست بیل میشینم اوشان... خود تنها باشی چی؟ اونم نه نه حالا میگم دیگه میکر. دیدم فیلم سریال دیدم اینا <laughs> خب همونطور که حالا از گفته و حرف ما متوجه شدید این چند اپیزود ما داریم من دارم سریال سوپرانوز رو میبینم حالا کارون تموم کرده فرزادم فکر کنم داره میبینه بعد من الان سه تا سیزن گذشته با کاراکتر اصلی فیلم سریال خیلی ارتباط برقرار کردم مثل همه آقای تونی سوپرانو خودتو اون تو میبینی؟ خودم خیلی جاش میبینم و اینا نه بهت میگم و دیشب که داشتم حالا یه سری کارهای کلیپ های خود رو میکردم یه هو سر رفت رفتم یه تب دیگه یوتیوب باز کردم به تونی سوپرانو سرچ کردم توی یوتیوب ببینم راجبش ویدیو چی هست و اینا خیلی ویدیو کم هست مثلا جوروگین چند تا اپیزود اتفاقا راجبش رفته و اینا بعد من متوجه شدم که این شخص سال 2013 تو زندگی واقعی فوت شده و بعد یه ویدیوی ریونین از اینا دیدم که همه دور هم جمع شدن بعد یه سال ویدونی. و تونی نیست بینشون یعنی آه. جیم اسمش اسم چیزشه و اینا که شروع کردن ازش یاد کردن و اینا منم یهو عجیب غریب زدم زیر گریه نه بابا آره که دیدم این آدم دیگه نیست تو دنیا کلا این آدمی که انقدر کیوته واقعا مثلا کیوت به نظر میاد تو این سپرانو What can you do? <laughs> سایده کیوت داره و این آدم نیست و اینا مثلا دیدم کاراکتر پیره که الان با 90 سالشه جونیور که جون آره زنده بنده خدا و من زدم زیر گریه و زیر ناراحت بودم <applause> از <اصابانی> از دنیا که چه نمچی کاراکتری چقدر خوب بازی کردی که تو باقی اینطوری باش ارتباط برقرار میکنی بر همین میگن حالا سیزن آخر روز بیاد یک بازی هاشون انقدر خوب میشه و از بودم حالا الان هم هستم همین در راسته هم فکر توی برای فیلم هری اون چیز خود اسم پسر چی بود یکی از این رفیق هری بازیگرا نه بوده رفیقش میدونی اسمش مالفوی اه... که مثلا در واقع رقیب هری پاتر بود انقدر میگفتن نقش خوب بازی کرده و تو مدرسه انقدر بولیش کردن دیگه هومستی شده بود نمیرفت مدرسه آره به خاطر مثلا میزدنش و فلان و اینا و میگفتن که این مثلا نشونگر اینه که چقدر خوب نقشش رو بازی کردی که شما انقدر از این متنفرید توی این بازی با اینکه فقط یه آدمه و همه میدونیم که فیلم تخیلیه کینگ جافری اونا را جاش میگفت اینو گفتیم منم حالا گریه اینا نکردم تا حالا بقیه ولی دیدم چیز میکنم ولی من اخیرا فیلم متری به دنیا اومده گریه نکردم <versucht> نه سر فیلم که فرهاد میگه این فیلم متری شیشانی اون دیدی دیدید یا اونو که من دیدم خیلی ناراحت قسمت سمیه نرو اون که یه فیلم دیگه, <تصح Hein> <تصح Arrix> دیگه. <تصح <cosine> متری شیشانی آره اون یه فیلم دیگه است ولی اونجایی که توی دادگاه داره چیز میکنه خدافظی میکنه آره که بچه بالانس میزنه خیلی اونو من اصلا ناراحت شدم عجیب تاثیر گذار بود من, من حالا اگر که من اگر که تو جمع باشیم خیلی خودمو میگیرم ولی تنها باشم شده گریه کنم چی بوده با با چی کردی اصلا مهم نی... مثلا چه میدونم از این فیلم هایی که چون دیدید طرف از جنگ برگشت سگش میاد مثلا آره میکنه آره, من با اونا گریه کردم من خیلی تاثیر میذاره اینجور چیزا رو من من خیلی سری گریه میکنم این معلومه ای که تو پاکی تو تمیزش من خیلی تو نمک شبا خیلی کم گریه میکنم خیلی هم فکر کنم بده با هیچ فیلمی تا را گریه نکردی؟ نه فیلم عروسیتون بزنید نه یه تو گویی نم چی داری برامون آره این خانواده رو ما کامل اصلا نپاشیدیم الان پاشون دیم خاطره دختر دوم میخوام بگم که این هفته دختر دوم خانو دختر دوم آقا ما این هفته خواب بودیم یه شما در زد نه با همین رفتم توی ساختمونی بسته تحویل میدادم طبقه پنج اون ساختمان و ماشینم رو یه جای خیلی بد پارک کردم یعنی اینطوری بود که حساب کردم گفتم اگه برم بالا بیام اوکیه ولی اگه یه ذره دیرتر بشه داستان میشه میان میبرن رفتم بالا و سر رو دادم اومدم بیام سمت آسانسور دیدم یه صف آسانسور دوتا آسانسور داشت ساختم یکیش کار نمیکرد حالا خراب بود یا اسباب کشی بود سر همون یه دونه دیگه صف بود اینم طبقه پنجم بود بعد من تایم رو نگاه بله به خاطر حالا این بیماری هم باید دوتا دوتا بدی و اصلا دیگه دوستا. گفتم ماشین رو میبرن و من باید با اوبر برم و داستان این ورومر نگاه کردم دیدم که پله داد. پله هست و گفتم با پله میرم پنج طبقه چیزی نیست تو اون لحظه دیگه داشتم میدویدم دویدم سمت پله تو پله هم دوی دوان دوان, 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 دوان. همینطوری که دور میزدم طبقه ها رو بینیم بوی عطر یه عطر زنونه رو دیتکت کرد <applause> بعد خب فهمیدم که یکی هم جلو من داره میره پایین بعد من که آردی داشتم میدویدم یعنی داشتم میدویدم پایین پایین که برم لابی برم آه. بعد نگو این خانومه صدای پای منو شنیده بود که مثلا یکی داره میدوه ترسیده بود اونم شروع کرد دویدن و منم من, من آگولم آدم فضولیم منم فکر یه اتفاق افتاده که اونم شروع کرد دویدن اون موقع نفهمیدم که این از من ترسیده من بودو بودو بودو. بودو بودو بیشتر کردم من, من بودو اون بود <تصفح> این پنج طبقه چقدر این مثلا طبقه چهار فهمیدم که اینجا لو من فکر کنم طبقه چهار من من خلاصه اون بود و من بود و هم که ببینم چی شده من لابی رفتم بیرون اون دیگه رفت پارکینگ ولی پشت سرش دیدم بعد فهمیدم که این از من ترسیده چجوری فهمیدی؟ از کجا فهمیدی؟ خب آخه داشت شاید اونم داشت یه آنیا. بسته داده از طبقه چهار مخصص نه مشخص بود. بود از چی؟ برای اینکه من گذاشته بودم دنبالش بگیرم ببینم چی؟ یا از اینجا بعد با قصد گذاشته دنبال خانم نه خیلی خانم چی شارجر بهش ندی؟ ولی ماشین هم میشه. سر جاش بود میشه یه دقیقه یه, یه استوری در ادامه این بگم بگو تو دنبال این... کی گذاشت نه این حالا داستانه بود که هفته پیش گفتیم راجع به ناامنی ها و اتفاقایی که واسه خانم داره میفته بگو. اینا. بگو بگو. من یه دو بار مثلا تو گرگومیش شب رفتم بیرون از خونه پیاده شب هم گرگومیش داره دیگه چشش نمیدید و شهر هم روشن نشده بود یه سوسویی آره سوسویی بود خب ده. ما یه دریاچه و پارکی روبرو خونمون هست بله. بعد اونجا تاریکه من مسیرم اونور بود و اینا یه خانومی هم داشت جلوی من میرفت من هدفون تو گوشم بود داشتم آهنگ گوش میدم حواسم نبود که دور و کی یا یا جلو این خانم داره میره بعد از ایجای بعد فهمیدم که این خیلی متزلزل شده و مثلا ترس سرش داشته که این کیه که با یه فاصله منظم داره این مسیر مثلا دو سه تا بلاک و پویسر... چیزی گفتی؟ نه نه پویستر من میاد بعد من اصلا خودم یه ها اینو فهمیدم خودم گیج شدم خودم ناراحت شدم که مثلا من ناخواسته این حس به ایشون منتقل کردم و اینا وایسادم یعنی وایسادم مثلا دور بر نگاه کردم که این بره مثلا حداقل یه بلاک از من دور بشه و اینا جنسان. دوباره مثلا فرداشم هم همین اتفاق افتاد هیچ دیگه به آره. هیچ نه ولی خب من خودم شخصا این حس رو دارم این حس رو دارم. دارم که آقا امکان داره من ناخواسته حالا به خاطر همه اخبار هم خیلی نسو میگیرم به خاطر این جوی که به وجود اومده رنگت خوبه من رنگم هم یه جوریه که خوب چه رنگی آره اینو خواستم بگم که هفته شاید ناخواسته چیز بکنی اتفاق بعدی افتاد وقتی ما داشتیم ضبط میکردیم آره ما داشتیم ضبط می میکردیم یه سری آژیر آتش نشانی و اینا اومد و من کامنتم داشتم ادیت می‌کردم، به این فکر افتادم گفتم که احتمالا نصف شهر آتیش گرفته با این اتفاقی که داره میفته بعدش فهمیدیم که یه ذره بالاتر از خونه ما یه چیز بوده کتاب خونه بوده یه نفر حمله کرده به هفت نفر با چاقو در واقع ضربه زده یکیشون فوت کرده از اون هفت نفر حالا ایشونو گرفتن توی استانهای دیگه هم یه همچین کاری کرده بوده ایه. تحت تعقیب بوده آره حالا گرفتنش نه نه مثل اینکه 15 تا آمبولانس رفته بوده اونجا به خیلی هم که حالا ضربه چاقو نخورده بودن پنی کرده بودن ترسه بودن این و همون در همون موقع یه دون آتش سوزی هم تو لانزدل شده بود یه اصلا یه آتش سوزی مال هم 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 همون روز بود آره آره روز آره آره و الان یه اتفاق افتاده دارن آدما رو میگیرن بعضیا میرن بعضی ها بعض رو آتیش میزنن آره چند تا آتیش هم بعدش آره و ف... چند تا فیلم و اینا اومد که میرن مثلا پیت میزنن و شروع که آتیش سوزن دیوونه گیر این آقا رو که توی لانز گرفتن آتیش, آتیش آتیش که اون روز زده بوده رو تو لا... تو لانز لان ایشون آتیش زنجیری بوده ایشون پول میگرفته میرفته آتیش میزده که از این شونس بله بیمه... بگیره هموطن هم بودن؟ نه نه خدا نه هم اتفاقا <applause> یعنی اسم خارجی داشت بودار یعنی بودار انگلیسی داشت, بودار 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 داشت. بودار ولی آره ایشون کارش بوده اصلا شو شوان کنتراتی میرفت آتیش میزده آره و واقعا حالا این چیزی گفتیم اتفاق افتاد ناراحت کننده بود خیلی ترسیده بودن آره شهر به هم ریخته بود اصلا خیلی عجیبه اتفاقی که داره میفته من دیروز رد شدم از روبروی کتاب خیلی گلچیده بودن به خاطر یاد بود این دو یه نفر, نفر چاقو بزنیم 20 سالش هم بوده 27 سالش, بوده. بیس سالش بوده. آن اصلا اتفاق ایس. افتاده مثلا نمیتونم بفهمم دیوونه دیگه ببین یارو فکر که نمیکنه بعد ویدیو هم پلیس کجا گرفتن همون همون جلوی بوده دیگه میشه بعدم افتادم آره کاری نمیتونست بکنه دیگه کی زد چاقوش انداخت دستش خودش دستش رو خود زنی خب خیلی بحشت نکه آقای ترامپ که وایت هاوس رو ترک کردن این سری گنده کاری هم قبل شده بود که این جالب بود خب خیلی ها رو مثلا خیلی شرکت های آدم های شخص های خاصی و پاردن نه نه سنگشن تحریم تحریم <تحرم تحرم> کردن تو ایران بود مثلا ونزوئلا ونوز... ونزوئلا <applause> بعد یه شخص اه 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 اه... اه اه چند تا اتفاق افتاد که افرادی که حالا م... تشابه اسمی داشتن همینطوری صبح مثلا رفتن تو بانکشون دیدن که همه حساب و زندگیشون بلاک شده به خاطر اینکه اونا در واقع به خاطر تشابه اسمی که با اون افرادی که آمریکا در واقع اینا رو سانکشن کرده خب. بوده و این هم یه رستوراندار ایتالیایی بوده با آقای الیزاندرو بازونی الیزاندرو بازونی آره توی شمال ایتالیا شهر ورونا ورونا پیتزا میزدن میزنن هنوز هم و اوه بیچاره آره صبح که میره تو بانک حالا کار بانک شد برای بزنس انجام بدن میایی که همون روزی هم بوده که ایناگریشن یا اون جلسه تنفیز آره بوده و میبینه که همه حساباش بلوکه شده بوده و نمیتونسته پول جا کنه چی چی بود؟ تنفیذ تن... تن... جمهور جدید نه, تن... میان... نه، امزاش میکنن دیگه آه. که یه دیگه سالی خب آره بعد خلاصه تحلیف به اشتباه تحلیف ایشون در واقع تح... تحریم شده بوده از سمت آمریکا تعریف آمریکا تحریمش کرده بوده تو ایتالیا نمیتونست بره تو حسابش خب بعد فلوریدا اتفاق آره بعد دیگه کانتکت میکنه و اینا سریعا ایشون بس دیگه بس دیگه و چند تا کمپانی هم به اشتباه تحریم شده بودن از لیست برمیدارن اصفایی هم نکردن این... آمریکا که این هم ببخشید این همه جا دنیا اتفاق افتاده دیگه یه کمپانی چینی هم بوده که رندم اتفاق چیز شده ها. چرا؟ چون یکی از منم دیدم دو روز بسته شده بود <applause> نه یه آشنایی از ایران اومدن و میخواستن حساب باز کنن و اینا ایشون هم به تشابه اس خوردن و اون شخص جزو تحریم ها بوده بود و حالا نمیدونم این به این مربوطه یا نه ولی اونم یه سری تحریم بود از سمت آمریکا اینا هنوز دارن حساب هنوز باز نه ده سال. نه نه تازه اش. اومدن کانادا از این سوشال خبر ندارید؟ آیا ترامپ نه خبری چون نه. از همه ش... سوشال میدیا بند شده خودش سوشال میدیا زده زده من... یه تیمو هایر کرده من شنیدم قرار زنه. بوده بیا یه اینترویو توی از طریق سوشال مدیا یکی دیگه اون اینترویو پخش بشه ولی اونم گفته بودن اگه پخش کنم اونم بلاک میکنه هر جا ایف. حضور پیدا کنه بلاک درست میشه. کنه برامون چرا چرا نتونه جای دیگه بره و پخش بشه یعنی مثلا تو یوتیوب هم بره چیزی مرتبط با اون بند شده دیگه نشر عکازی دیگه اصلا خب ما. دیگه یعنی اینطوری کنسل بشه یه نفری بره کنسل نیست بابا نشر عکازی به تو یه نفری هست که چهار نفر میشناسن میای دریوری میگی خب این کل داستان، این بعد این داستانه حمله به اون کپیتال و اینا این اتفاق افتاد دیگه آره ولی یعنی هیچ پوینت ردمشنی هم نداره و دیگه تموم شده واسه نمیدونم شاید داره شده. بعد 7 8 10 سال البته توییتر اومده بود یه سروی گذاشته بود واسه کاربراش که ما چه جوری برخورد کنیم با اکانت های رسمی گاورمنت ها مثل حالا اکانت ترامپ که انجام دادن و کلا فکر کنم هنوزم خیلی نوعه چیز نوعیه برای فیسبوک و توییتر که چی کار کنن این افرادو که گاورمنتی هن چیکار چی کار میتونی؟ یعنی میدونی این حالا یه شاید خیلی unrelated باشه ولی بعضی که یه سوشال پرزنس خاصی دارن مثلا یه ذره معروف میشن و اینا از اون معروفیته میتونن استفاده عجیب بکنن دیگه توی هفته پیش یکی از این تیمای گیمینگ یه اختلافی پیش میاد برای مثلا یه مسابقه که میخواستن بدن بعد یکی از مدیرا تهدید میکنه اون کمپانیه رو میگه اگر که به کاری که ما میخوایم بکنیم مثلا اوکی ندین ما از اکانت همه اینا استفاده میکنیم و شما رو مثلا بشتون میکنیم و مثلا دهنتون سرویس میکنیم و اینا که تیم تیمه رو منیجره رو اخراجش کردن به خاطر حالا اون تهدیدی که اینجوری که کرده بود ولی خب حالا این فهمیدن و این مثلا نذاشتن اون بلک میل اتفاق بیفته uh, ولی خیلی جا هست دیگه کارش میشه کلا تعداد همیشه قدرت میاره دیگه تو به هر دلیلی تعدادی دنبالت باشن قوی اون داستانی بود که تو ریدیت کال آره تو ریدیت کردن با چیز بازار سهام تعداد داشتن دیگه کردن خیلی بله Yeah. دیروز 13 به در بود و یک دروغ 13 شما نشنیدید یا اپریل yeah. چرا من یه نشنیدم <applause> این که تو پرسیدی بریم من گفتم آره و بعد ساکت شدی <applause> من, من, <applause> من فکر کردم ولی چیزی به ذهنم نرسید که <تصفيق> <تصفيق> خیلی اون <بسخدم> چیزی <applause> را بندازی دامن من این دیسا برای دروغ سیزده بوده از هفته قبل دیسایی که به هم دیگه دادن علی <applause> با هم میدن همه. همه عاشق هم داشت. یه دروغ 13 اومد توی گروهی که من و فرات هستیم با چند تا از مم. فامیل جالب بود من صبح بیدار شدم دروغ نه نه, نه. <applause> <applause> هم سن و سال همین گفته بود که من تصمیم خودم رو گرفتم و این چ... ماشینایی که ما داریم استفاده میکنیم واسه انوایرمنت بده و خیلی فلان و اینا میخوام یه دونه ریکشا ریکشا از هند وارد کنم اگه شما هم چیزی میخواین از هند بیایید بگید من بذارم تو این شیپمنت آره آره فری من... در میاد و خوب در میاد من اینو خوندم گفتم خدایا این دیگه چه داستانی حالا من این... سری تو این بودم که خب حالا باید بریم گمرو کنیم ریلیس کنیم و داستانش چی میشه و اینا نه من فکر این بودم با بار بارونای ونکوور حالا این هی جام این برونور اون رو زنگ میزنه و بله, بله بعد گفتن که فول شدید ولی کمپانی هم خیلی انجام میدن برای که می حالا این همه تسلا ریکشا از این این همه <applause> کمپانی های مختلف تو <applause> تسلا, تسلا منطقی به نظر میاد دیگه دروب نیست تسلا می سورپرایزی توش نیست یالا تست بول سورپرایز <تصح> وکس واگن یه دونه احساس کنم شما بیشتر از حماقت سورپرایز شدین تا از اصلا دور <تصح> نه, نه، میخورد میخورد به شخصی شخص شخص و حالا افکاری که من خاطرتون جاش نمی کنم بعد <تصح> <تصح> اپیل فولز وکس واگن این بود که اسمشونو یعنی برندشونو رو ریبرند کردن به نام یه دونه تی گذاشتن ولت وگن این به خاطر اینکه میخوان کلا برقی کنن و اینا و خب خیلی جدی و تو توییتر گفتن بعد خیلی از خبرگزاری ها رفتن از کمپانی پرسیدن واقعا این درسته و اون لحظه مثلا کمپانی با همین گفته نه این فول بوده اون لحظه اینا نه گفتن درسته و خواستن پلی کنن تا آخر روز بعد همه اصلا خبر ساز شد و خیلی به هم ریخ بیشتر آخه, آخه, اینو یه روز قبل اپریل فروز گفتن او یه روز قبل آره آره یه روز قبل فروز گفتن و همه باور کردن استاک وکس وگن رفت بالا با این و همین درصد کرد جام کرد و الان یو اس یه قسمتی مربوط به استاک و پورس و ایناست درستش هم نمیدونم اینا الان دارن بررسی میکنن که چرا حتی سهوان کمپانی این کارو کرده چون که این خودش میتونه افراد خیلی بزرگ باشه و گول زدن خیلی, خیلی و زیاده و آره ویدیو راجعش خیلی زیاد هست ولی اینکه اینا این سوتیو دادن و بعدم فهمیدن دیر فهمیدن که آقا ما خیلی داشتیم جدین اپریل فولز رو پیش می‌رفتیم بهترین اپریل فولزی که من دیدم برای چیز بود بی بی سی بود یه برنامه مثلا راز و داشت بعد اومده بود یه سری پنگوان رو ببین قشنگ در موردش مثلا برنامه ساخته اینا که یه سری پنگوان هستن که اینا پرواز میکنن و در جای گرم سیری بعضی <تصفح> بعض اینا فیلم درست کرده بود مثلا همون آقایی که تو راز بقا صداش میاد و اسمشو نمیدونم اون رو اسم خیلی معروفی هم داره او صدای اون بود یعنی همه چی لجت لجت بود <تصفح> مثلا یه ویدیو شیش ای مثلا ریلیس کرده بودن ایوان. بعد آخرش نشد هپی ایپیو خیلی باحال بود خیلی جالب بود آره. <سلام> <آدم> خیلی هم ممنون که با ما بودید نه با... اه, ممنونم از تمام دوستان اگر که میخواید آتومستقل... با ما ارتباط مستقیم ما تو تمام فضای مجازی سون پادکست توی تلگرام توییتر فیسبوک اینستاگرام و اگر که میخواید ما مستقیم داشته باشید ما یه پروفایل داریم توی تلگرام برام خودی از تاکس که اونجا میتونید ما پیام های صوتی تصویری بنویسید رو بفرستید ما میریم و هفته دیگه با دو تا موضوع جدید دیگه برمیگردیم فعلا خدافظ 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 سابسکرایب کنید خدافظ